اعتراف آخوند روحانی و سرکرده هوافضای سپاه به فشار و تأثیر تحریم ها. علی ماجدی سفیر سابق رژیم در آلمان: متاسفانه مجاهدین در اروپا فعال هستند. 17 روز اعتصاب غذای نزار زکات، شهروند لبنانی آمریکایی زندانی در ایران. آخوند روحانی طی سخنانی به فشار تحریم‌های آمریکا اعتراف کرد. و البته در فشار به بانک‌ها، در فشار به شرکت‌ها که کار آمریکا یک کار 100% تروریستی است، وقتی ما برخلاف مقررات بین المللی یک شرکتی را، یک بانکی را تهدید می‌کنیم و می‌گیم اگر با این کشور کار کردی ما شما رو جریمه میکنیم، نمیذاریم شما کار کنید، این ارعاب بخشهای تجاری و بانکی کاملا یک عمل تروریستی اقتصادی است که آمریکا داره انجام میده. و اینکه ما میگیم آمریکا هیچگاه با تروریسم مبارزه نکرده و در بسیاری از موارد از تروریست ها حمایت کرده، این یکی از موارد اینه که خودش بانی این حرکت تروریستی هست. پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده سرکرده هوافضای سپاه به تأثیر تحریم‌ها اعتراف کرد و گفت برخی بانک‌ها به جای اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی به دنبال اجرای دستورالعمل‌های خزانه‌داری آمریکا در کشور هستند، موضوعی که من انتظار دارم و درخواست می‌کنم اطلاعات و سپاه آن را دنبال کند. در حوزه‌های غیر نظامی مثل کشاورزی وقتی فردی می‌خواهد کاری انجام دهد، هنگام رجوع به بانک‌ها به وی می‌گویند که ما تحریم هستیم و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، یعنی آنها ستون پنجم دشمن در کشور هستند که باید رفتارشان مورد بررسی قرار گیرد. علی ماجدی سفیر سابق رژیم ایران در آلمان نسبت به فعالیت مجاهدین در اروپا سوز و گداز کرد. وی که با رسانه‌های حکومتی مصاحبه می‌کرد گفت قطعاً باید در اروپا اعتماد سازی کنیم، به ویژه اینکه متاسفانه در اروپا مجاهدین فعال هستند. دشمنان به هر اقدامی علیه ایران دست می‌زنند و تلاش می‌کنند ما را مقصر جلوه داده و منزوی کنند. بنابراین باید در این زمینه بسیار هوشیارانه عمل کنیم. مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل بین‌المللی رژیم نگرانی خود را از کنفرانس ورشو و کنفرانس امنیتی مونیخ نشان داد و گفت باید بپذیریم که در کنفرانس ورشو 64 کشور بر ضد ایران بسیج می شوند و سازمان‌های گوناگون بین المللی نیز در آن حضور دارند. وی افزود نشست ورشو و سپس کنفرانس امنیتی مونیخ آغاز یک دوره جدی برای برخورد با تهران از سوی آمریکا و ایجاد اجماع جهانی علیه ایران در سطح بین المللی و محاصره منطقه‌ای تهران تلقی می‌شود. روز چهارشنبه کارگران و کارکنان مخابرات تبریز، کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری خرم‌آباد، بازنشستگان نیشکر هفت‌تپه، حواله‌داران چانگان و سایپا و مغازه‌داران بازار کوهک در تهران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. خانواده نزار زکا در بیانیه از 17 روز اعتصاب غذای او خبر دادند و اعلام کردند وضعیت سلامتیش به شدت وخیم شده. این شهروند لبنانی آمریکایی که در سال 93 با دعوت رسمی مقام‌های رژیم ایران برای شرکت در کنفرانسی دولتی به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت شد و از آن سال در زندان به سر می‌برد. در بیانیه خانواده نزار زکا آمده است ما به شدت نگران وضعیت سلامت نزار هستیم، زیرا در پی اعتصاب غذا چند بار در روز بیهوش شده و شرایط سلول زیرزمینی که او در آن زندانی است بسیار نامناسب است.